خب توی جلسه، جلسات قبل ما دیدیم که اگر اعدادمون به صورت دکارتی باشن بچه دکارتی یعنی چی؟ یعنی ایکس داشته باشیم چگونه در واقع میگم اینا جمع میکنیم، زد میکنیم، تفریق و تقسیم در واقع چهار عمل اصلی رو یاد گرفتیم حالا میخوایم ببینیم برای حالتی که اعداد رو به صورت قطبی داده باشن به صورت دکارتی دیگه نباشه ما چگونه اینا رو بیایم ضرب و تقسیم انجام بدیم جمع و تفریقش هم خدمتتون میگم برای ضرب و تقسیم یه راه ساده داریم خیلی کمکمون میکنه که محاسبات پیچیده رو خیلی ساده تر انجام بدیم ببینید تصویر دوستان ببینید شما اگر دو تا عدد قطبی داشته باشید عدد قطبی رو چجوری نشون میدادیم بچه‌ها یه دونه r1 یه دونه تتا r2 و تتا 2 خب حالا اگر اینا رو بخویم تو هم ضرب کنیم بچه‌ها z1 رو بخویم توی z2 ضرب کنیم کافیه بیایم شعاع هر کدوم رو توی همدیگه ضرب بکنیم یعنی r1 رو تو r2 ضرب بکنیم و یه دونه ای به عنوان آی بنویسیم زاویه ها را هم بیایم با همدیگه جمع بکنیم چرا بچه‌ها جمع میاد کنین شما وقتی ای به توان آی تتا یک ضبط در ای به توان آی تتا دو میشه از سوم دبیرستان چی گفتن به ما؟ گفتن وقتی پایه ها یکسانه یکی از پایه ها رو بنویس توان ها رو با هم جمع کن همون چیزی که از قبل بلد بودیم دیگه پس ببینید چقدر ساده تر شد و تقسیم کافی آر یک رو تقسیم برای آر دو کنیم و زاویه ها رو از هم کم کنیم کدوم از کدوم کم کنیم مهمه اونی که تو صورت زد یک میشه تتا یک دیگه زاویهش رو از اونی که تو مخرجه که در واقع میگفتیم توان صورت منهای توان مخرج بریم توی مثال اینا رو ببینیم خب یه زد یک به مدد یه زد دو میگه زد یک رو تو زد دو ضرب کن ببین چقدر ساده میشه رادیکال سه تو سه ضرب میشه میشه این عباره بعد یه دونه از پایه ها رو می نمیسیم. در واقع آی توانها رو با هم جمع میکنیم 5 پی سوم رو به اضافه منهای پی چهارم میکنیم خب سه رادیکال سه ای به توان آی بچه اینجا مخرج مشترک سه تا دوازده تا چهار 5 تا بیست پی منهای سه پی یکم مرتب تر بنویس این شکلی میشه 17 پی دوازده ببینید چقدر ساده شد ضرب دو تا عدد مختلف حالا z1 رو بخوایم تقسیم بر z2 کنیم z1 اون چنده ها می می‌نویسیم z2 چیه 3 ای به توان منهای آی p 4 خب رادیکال سه اعداد تقسیم بر اعداد می‌بینید بینید ها در واقع تقسیم بر شعا یه دونه از پایه ها رو می نویسیم توان ها رو با هم در واقع توان صورت رو از توان مخرج کم میکنیم این شکلی میشه خب اینو مرتب تر کنیم میشه رادیکال 3 سوم ای به توان آی خب بچه ها منفی در منفی میشه مثبت 3 4 تا 12 تا مخرج مشترک 20 پی این برم 3 پی میشه رادیکال 3 سوم ای به توان آی 23 پی 12 هم تموم شد این میشه تقسیم اون دو تا عدد مختلف حالا اگر به ما بگه زد 1 رو با زد 2 جمع کن یا زد 2 رو بیا منهای دو تا زد یک کن توی این حالت باید چی کار بکنیم بچه ها ببینید فقط دقت کنید ما برای ضرب که این بود تقسیم که این بود فرمول داشتیم برای جمع و تفریق نداریم چیکارش کنیم برگردونیم به دکارتی دکارتی برای جمع و تفریق قطبی فقط جواب میده شما باید این کار رو انجام بدید خب زد یک رو ببینید این عدد است دیگه رادیکال سه ای به توان آی 5 پی سه من اینجا بنویسم اینو دکارتیش کن چجوری دکارتی می کردیم گفتیم یه ایکس باید براش حساب کنی یه ایگرک درسته xش میشه آر کسینوس تتا کسینوس 5 پی سه خب بچه کسینوس 5 پی سوم یا همون کسینوس 300 درجه میشه چقدر؟ اینا دیگه توی مسلسات توی دبیرستان خوندیم دیگه میشه همون کسینوس 60 درجه کسینوس 60 درجه میشه چقدر؟ یک دو میشه رادیکال سه دو حالا اگر خاطر ببینید کسینوس 300 یه 60 اگر بهش اضافه کنیم میشه 360 درسته یعنی همون کسینوس منهای 60ه منهای 60 با کسینوس 60 برابره که 1/2 ایگرگش چهجور میشه سینوس 5 پی 3 میشه رادیکال سه. سینوس 5 پی 3 میشه منهای سینوس 60 که میشه منهای رادیکال 3 دوم. اینا تو هم ضرب میشه میشه منهای 3 دوم. این شد ایکس و ایگرگ دکارتی زد یک ایکسش شد رادیکال 3 به اضافه جی منهای 3 دوم. همین کار رو ما باید این Z2 هم انجام بدیم من حالا Z2 هم اینجا انجام بدم Z2 میشه 3 تا ای به توان من های آی پی چارم خب این سه خودش میشه کسینو شما اجازه بدید اینجوری شد دیگه یه ایکس باید درش حساب کنیم یه ایگرگ ایک. ایکسش چقدر میشه 3 تا کسینوس من های پی چارم بچه کسینوس من های پی چارم با همون کسینوس پی چارم برابره میشه رادیکال دو دوم دو میشه سه تا رادیکال دو دوم دو ایگرگمون چی میشه؟ میشه سه تا سینوس منهای پی چهارم این هم میشه منهای رادیکال دو دوم دو تو سه زرد میشه منهای سه تا رادیکال دو دوم دو پس ز دو هم اگر ما بخوایم اینجا به صورت دکارتی بنویسیم میشه 3 تا رادیکال دو دوم دو منهای ج 3 رادیکال دو دوم دو زد یک اون هم که اون بالا حساب کردیم اینجا شد رادیکال سه دوم منهای ج سه دوم حالا دکارتی زدیک یک زد دو رو داریم چرا این کارها رو انجام دادیم؟ چون قطبی بودن زد من اینجا هم یه دونه جدا کنم از سوال قبل قاطی نشه خب ببینید چون میخواستیم جمع و تفریق انجام بدیم چرا برای بالایی انجام ندیم چون اونا ضرب و تقسیم خیلی راحته فرمول داشتیم براشون ولی برای جمع و تفریق نداریم حالا سوال چی به ما گفته بچه ها گفته زد یک رو با زد دو جمع کن خب اینا رو با هم جمع کنیم جمع عداد مختلف چجوری بود؟ ریل با ریل این با این جمع میشه اون تا چون دوتاشون گنگن دیگه ساره تر از این نمیشه دیگه تهش اینه یه دونه مخرج مشترک بگیریم خیلی چیز خاصی اتفاق نمیفته جی هاشون هم در واقع مهمی هاشون هم با هم جمع کن منهای سه تا رادیکال دو دوم منهای سه دوم این میشه z1 به اضافه z2 حالا z2 رو میگه منهای دو تا z1 کن پس اول دو تا z1 رو پیدا کنیم اینجا دو رو باید توش ضرب کنیم دیگه این شکلی میشه حالا z2 که بالای منهای دو تا z1 منهای این عبارت منهای رادیکال 3 به اضافه j 3 خب بچه ها چی میشه دوباره حقیقی با حقیقی اینه یه مخرج مشترک دو دوم اگه بدیم این میشه سه منهایی کلن میشه یک دوم رادیکال سه دوم دیگه دوسته چون این اگه دو دوم بدیم سه منهای دو میشه یک این هم با این میشه یه دونه جی فاکتور بگرفت چون طبقه این ترم با این ترم شما جی هاشو که فاکتور بگیره از اولی از دومی سه میمونه از اولی چی میمونه های سه تا رادیکال دو دوم میشه باز اینا مخرج مشترک گره ولی مهم نیست خب توی این جلسه هم ما دیدیم ضرب و تف... تقسیم اعداد قطبی رو چگونه باید انجام بدیم ولی جمع و تفریق باید اینا رو برگردونیم به حالت دکارتی و اونجا خیلی راحت با جمع و تفریق اعداد مختلف سر و کار داریم و محاسباتمون خیلی ساده‌تر هستش